بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان نهایت محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال جل مجده را نهایت اظهار شکران و سپاس میکنم که مرا نعمت حیات بخشید و توفیق داد تا اینکه در برنامه دیگری از سلسله برنامه های در مسیر زندگی به خدمت شما گرامیان قرار گرفتم. امیدوار هستم که شما هم در کانون گرم خانواده لباس عافیت به تن داشته و زندگی روزمره خود را توأم با یاد و ذکر الله جل جلاله با سعادت و خوشبختی سپری نمایید. عزیزان، طوری که شما حتما آشنایی دارید به این برنامه که هر هفته در مقدمه برنامه یک موضوعی به بحث گرفته می شود و به ادامه اون موضوع باز شماره تلفنی که زیرنویس تلویزیون های شما هست، او شما میتونید که با او شماره تماس بگیریم و سوالاتی که پیرامون موضوع برنامه داشته باشیم و یا خارج از موضوع برنامه میتونید که پرسان کنید و انشاءالله بنده به قدر توان کوشش میکنم که سوال شما را پاسخ قناعت بخش ارائه کنم. موضوعی که در مقدمه برنامه امروز خدمت شما عرض می شود است که دوری از کینه و بغض هست بین مسلمان ها. یعنی مسلمان ها باید که در مقابل یک دیگر هیچ وقت بغض نداشته باشند، کینه نداشته باشند، دشمنی نداشته باشند، مثل که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین یک دیگر بسیار مشفق بودند، مهربان بودند، ترحم داشتند که قرآن عظیم الشان آنها را صفت می کند و می فرماید که والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کسانی که به همراه پیامبر بودند، که اصحاب پیامبر بودند، اونها اشداء علی الکفار بودند، یعنی در مقابل دشمن از هر نوع غلظت، سختی و دشمنی اونها کار بگرفتند، اما در مقابل یک دیگر بسیار مهربان بودند، بسیار ترحم داشتند، شفقت داشتند، ایثار داشتند، فداکاری داشتند، از خودگذری داشتند، هم جانی و هم مالی. اگر شما زندگی نامه هر یک از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم را مطالعه کنیم، می دانیم که اصحاب رسول خدا چقدر در مقابل یک دیگر از خودگذری داشتند. پس ما مسلمان ها هم که پیروان اون سلف صالح هستیم، باید که راه اونها را تعقیب کنیم و همونطور که اونها به یک دیگر مهربان بودند، ما هم به یک دیگر مهربان باشند. و همونطور که اونها با دشمن سختگیر بودند، با دشمن غلظت داشتند، عداوت و کینه با دشمن خدا و رسول خدا داشتند، ما هم داشته باشیم. حضرت انس رضی الله عنه حدیثی را از پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام روایت میکنه و عن انس رضی الله تعالی عنه قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت انس می فرماید که برای من گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یا بنیه، ای فرزند من، ان قدرت ان تصبح و تمسی و لیس فی قلبك غش لاحد ففعل. حضرت انس رضی الله عنه 10 سال
از زمان طفولیت در خدمت پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام بود، یعنی 10 ساله بود که والده بزرگوار ایشان را آورد به نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم و 10 سال در خدمت آن حضرت بودند. مبارک بسیار با لهجه مشفقانه و مهربانانه می فرمود که یا بنیه، ای فرزند من، اگر تو قدرت داری این که صبح کنی و شام کنی و در قلب تو هیچ قش و حسد و کینه و بغضی در مقابل برادر مسلمان تو نباشه، ففعل، این کار بکن. یعنی این توصیه میکنن، یعنی میگن اگر توان این کار داری حتما این کار انجام بده. و ذالک من سنتی، و مبارک میفرمایند که این کار از سنت من هست، از راه و روش من هست که من در مقابل هیچ کس غیر از دشمنان خدا با هیچ کس دیگه قش و کینه و بغض ندارم. و میفرمایند که و من احب سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معی فی الجنت، کسی که دوست داشته باشد سنت مرا، پیامبر میفرمایند کسی که دوست داشته باشد سنت مرا و به تحقیق که مرا دوست دارد و کسی که مرا دوست داشته باشد او به همراه ما در بهشت است. یعنی یکی از سنت های حسنه پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام ای بود که مبارک در مقابل مسلمین، در مقابل بندگان خدا هیچ نوع کینه توزی نداشتند و ای سنت نیک ایشان بود. و مبارک فرمودند که کسی که سنت مرا دوست داشته باشد مرا دوست دارد و کسی که مرا دوست داشته باشد او در بهشت همراه من است. پس چی مژده و بشارت بسیار نیک و بزرگ برای ما مسلمان ها و پیروان آن حضرت صلی الله علیه و سلم هست که ما هم این راه را تعقیب کنیم و این راه را به پیش بگیریم که هیچ وقت در مقابل یک دیگر عداوت نکنیم، کینه توزی نکنیم. کینه توزی نهایت از او بربادی هست. هر چه انسان در مقابل برادر مسلمان خود کینه توزی کند، دشمنی کند، بغض کند، بالاخره منجر به تباهی هر دو طرف میشه. پس باید که ما یکدیگر برادروار دوست داشته باشیم، برادر مسلمان خود را با عنوان مسلمان، با عنوان هم دین و هم کیش و هم مذهب دوست داشته باشیم و با او کینه توزی نکنیم. و آیه مبارکه هم این مژده میده که کسی که اطاعت خدا و رسول را بکنه او رستگار شده است، به یک رستگاری بزرگ. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، کسی که اطاعت خدا و رسول را بکنه، دید آنچه که الله متعال جل جلاله بر او امر کرده و دستور داده هست و آنچه که پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام به او را امر کرده است و به عنوان سنت برای پیروان خود باقی گذاشته است، کسی که اطاعت از این خدا و رسول بکنه او رستگار میشه و یک رستگاری بزرگی. امروز عزیزان کامیابی ما و شما بر اطاعت خدا و رسول هست. اگر ما خود را مطیع خدا و مطیع رسول بدانیم و قدم به قدم با دساتیر الله متعال جل جلاله و پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام عمل بکنیم، این کامیابی واقعا دیگه کامیابی بسیار بزرگی هست. به هر صورت بحث ادامه داره عزیزان و شماره تلفن زیرنویس تلویزیون های شما هست، تماس میتونیم بگیریم و اولین بیننده خود وصل میکنیم ببینیم که چی سوالی دارن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم سلام. خواهر محترم خوش آمدید. من دعوتم بفرمایید. آنه سر زفیر خوارم دیسته باشه از این زفیر دیسته باشه از این پیدان هستی دکات داره بخونه که دیسته باشه از این داره این بخونه. سوال شما رد درست نگرفتم، اگه جا خورده گیدیم چی گفتیم شما چی سوال کردیم؟ آنه تره دکمانه نگم باشه زکات میدارد. آه چیزی که به خانه باشه؟
پول نقد. بله. خب گفت پول نقد که به خانه باشه میگم زکات نداره. بله. بله. آه. خب دیگه سوال دیگه نداریم؟ نه بله. زکات میبریم. برای یا خواهد بسیار بسیار خوب. خیلی خوب. دیگه سوال نداشتیم؟ نه خدا. خدا حافظ شما. بیننده باشیم انشاءالله جواب میده. خدا حافظ شما. خب در حدیث دیگه پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام می فرمایند که افضل الاعمال الی الله الحب لله والبغض لله. بله سلام علیکم. بله تماس بیننده مقطع شد. در این حدیث هم مبارک علیه السلام میفرمایند که افضلترین اعمال به نزد الله متعال جل جلاله چی هست؟ محبت بر رضای الله و بغض بر رضای الله جل جلاله. یعنی محبت با دوستان خدا، محبت با صالحین، محبت با او کسانی که اونها خدا را دوست دارن و پیامبر را دوست دارن، ای در نزد خدا بسیار ارزش دارد. و بغض و کینه بر رضای خدا، یعنی کسانی که اونها دشمن خدا هستند، دشمن دین هستند، دشمن اسلام هستند، دشمن پیامبر هستند، کسی اگر به اونها دشمنی میکنه بر رضای الله جل جلاله، ای در نزد الله متعال از جمله محبوبترین اعمال به شمار میرود. بله سلام علیکم. سلام علیکم ایجا آقا، خودتی آقا شاله؟ علیکم سلام، زنده باشیم برادر محترم، خوش آمده. زنده باشیم، اجازه هست اکتا باده مفصل آشا. بفرمایی. بگم، امی هج که میگیم فرضه، مثلا به کسی میگیم که فرضه، اون دره مثلا دره بیشه باشه خوب برازی واجب میشه. یعنی مثلا بری مردم افغانستان هم فرضه هج، که مثلا به کشور زندگی میکنن، که مردم یه زیر فرض زندگی میکنن. مثلا این پولی که ما میریم میدیم به عربستان سعودی وقت ما مثلا میگیریم. بله. دیگه سوال نداریم؟ تماسشان قطع شد. به هر صورت سوالات گرفتم. خب میریم به پاسخ سوالات بیننده‌های محترم که زیاد در انتظار نمانن انشاءالله، و باز بعدن بحثر ادامه خواهیم داد. خواهر ما سوال کردند که میگن که پول نقد که به خانه گذاشته باشه او زکات نداره، آیا زکات داره یا نداره؟ خواهر محترم پول نقد چی به خانه گذاشته باشه، چی به تجارت باشه، چی به بانک گذاشته باشه، در صورتی که به نصاب برسه، یعنی قیمت 7 سر نقره که عبارت از 25 یا 26 هزار افغانی هست، نصاب پول نقد انمو 25 یا 26 هزار افغانیه و این سال بالی ازی بگرده. شرط امینه که سال بالی بگرده، ولو که به خانه هم گذشته باشه زکات فرضه که باید صاحب از او زکات رو پرداخت کنه. این دلیل شده نمیتونه که این پول به خانه گذشته و به معامله نیه باید زکات داده. نه خیر، همه پول نقد هم زکات داره. و سوال دوم خواهر مایی بود که آیا زکات رو میتونین به پدر یا برادر یا خواهر و مادر بدیم؟ خواهر و محترم زکات برای پدر، برای مادر، برای بابو و بیبی، برای بچه و نواسه جواز نداره که بدیم. برای خواهر و برادر و کاکا و ماما و خاله و عمه میتونیم بدیم. بله سلام. بله سلام علیکم. علیکم سلام خواهر محترم، خوش آمده. خوش شما. خوب زنده باشین. در سوالی شما علیکم بفرمایی. من یک شکل 9 سال دارم که معلول نه را میره نه میشینه نه هم بس نیست، همیشه همه تر میکشم خیلی خوش کنی کنم ای رو دهنی میکنم. آیا این کلی این سوال میشه یعنی؟ آه بسیار خوب. دیگه سوال نداریم؟ یک سوال دیگه که خیلی سلم و فشار میاییم که
سرزنش میکنه و خدای ایش ایر غم کدی تو کار فلان و برا میشه. بسیار دیگه سوال نداریم. خدا حافظ شما بیدیم دو باش. خب برادر ما سوال کردن که حج که میگن فرضه، آیا به مردم افغانستان هم حج فرضه؟ در حالی که مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. برادر محترم میگه سلطان نخواهد خراج از خراب. اگر شما ملک مخروبه ای داشته باشین کسی از شما مالیات نمیگیره. خداوند از کسی فرض مالی توقع داره که او مالک همو چیز باشه، همو توان زاد و راحل حجر داشته باشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام برادر محترم خوبه؟ بفرمایی. اشتفار روکم جماعت سودین دنباز شونه یادم شد بخونم. به جماعت استادیم چیکار کنم؟ صدا شما قطع وصل میشه. اون به جماعت که پشت سر امام استاده. آها. میلان باید هم در شریف بخود امام. لازم نیه برادر محترم. اون قرائت امام قرائت مختدیه، کفایت میکنه. لازم نیه که مختدی پشت سر امام. خفیف مکاسته ممون اصل و اینام لازم نیه که قرائت بخونیم. در مذهب حنیفی لازم نیست. بله موفق باشی. خدا حافظ. خدا حافظ. بخش دوم سوال برادر ما این بود که اونا گفتن ما این پول رو میدیم به عربستان سعودی. برادر محترم اولا که حج برای کسی فرضه که او توان پول مثلا داشته باشه که پول مصرف حج خود بره و برگرده و نفقه زن و بچه و فامیل خودم داشته باشه که تا برگشت از سفر فامیل از او احتیاج نباشن. یک موضوع دومه که شما گفتین که این پول رو ما به عربستان میدین. پول به عربستان نمیدین. پول به عربستان بسیار به یک مقدار اندک شما کرایه همو اماره که دولت از شما میگیره میده به مو مردم میده، یعنی اون شخصی اونا دولتی نیه. اماره ها یک مقدار اندک شاید که به جیب دولت هم بیفته از این پول. یک دوم از این که این دلیل شده نمیتونه که چون این جمله فرائض عین هست، یعنی حج فرض قطعی هست، در آیه قرآن ثابت شده. این چیزایی که شما عوارضهایی که شما ذکر میکنیم اینا عوارض به اصطلاح جانبیه و عوارض جانبی فرض برداشته نمیشه. این دلیل شده نمیتونه که ما پول میدیم به کی میدیم به کی میدیم بعد حج نکنیم. نخیر، این فرض عین است، باید که ما فرض را ادا کنیم در صورتی که توان داشته باشه. بله سلام علیکم. علیکم السلام. برادر محترم خوش آمده. صدا شما پایین، خیلی صدا شما رو ندارم. یعنی نماز مسافرانه رو بگم به شما. بسیار خوب، دیگه سوال نداریم؟ نه ممنون. بیننده باشیم انشاءالله. خداحافظ. خواهر ما سوال کردن که من طفلک 9 سالی دارم و این فلجه و این من خدمت ازیر میکنم، زحمت ازیر میکشم، آیا ثواب داده میشه یا نمیشه؟ خواهر محترم وقتی که خداوند جل جلاله والدین را قدر حقدار کرده به ذمه فرزندان، به واسطه نمی زحمت اونها هست. طبعا وقتی شما یک طفلی که حتی فلج نباشه شما خدمت ازیر میکنیم، زحمتی به او میکشیم، قضا از او را آماده میکنیم، لباس از او مثلا شستشو میدیم و رسیدگی به امورات زندگی از او میکنیم، حتما خدا به شما ثواب میده. و این طفلی که باز فلج است و این حتما زحمت از او بیشتر هست، مشکلات از او بیشتر هست، 100% شما در نزد الله متعال جل جلاله پاداش بزرگی دریافت میکنین. و این که بعضی وقت عصبانی میشیم گفتیم بگم شر خداوند ایتور کرده و فلج کرده، شاید خواهر محترم همین سبب زیاد شدن حسنات شما باشه. شاید شما یک خداوند دوست داره که شما به یک درجه و مقام عالی برسیم، به توسط اعمال صالحه شما او درجه رو به دست آورده نمیتونین. خدا نمیتونه فرزندی به شما داده که شما همیشه
زحمت زور بکشیم و رنج ببریم تا که شما به مقام عالی درجه در دار آخرت برسیم. پس بنابراین کوشش کنیم که امو عصبانیت هم به شما پیدا نشه و حرفای دیگه هم نگیم که چرا خداوند ایر فرض کرد یا چرا خداوند ایر به این شکل خلق کرد که من امروز به زحمت ازی گرفتارم. به هر صورت انشاءالله مطمئن باشیم که شما پاداش بسیار بزرگی در مقابل زحماتی که در این فرزند خود میکشید از جانب الله جل جلاله به دست خواهید آورد. خب بیننده های عزیز، یک وقفه کوتاهی میگیریم انشاءالله، بعد از وقفه پس برمیگردیم به شما. انشاءالله شما را تماس که زیر نویس تلویزیون های شما هست میتونید که با این شماره تماس بگیریم و سوالات خود مطرح کنیم. مژده به همه فرزندان عزیز و اولیای گرامیشان، دارالعلوم عالی غیاثیه در راستای ادای وجیبه دینی و مسئولیت خطیر تعلیم و تربیه، صنوف تقویت درسی رایگان را برای فرزندان برومند این سرزمین را اندازی نموده تا در ایام رخصتی زمستانی از فرصت استفاده و برای سال تعلیمی آینده آمادگی لازم را بگیرند. شاگردان عزیز صنوف اول، دوم و سوم از مکنون می توانند به اداره دارالعلوم مراجعه و ثبت نام نمایند. آدرس: سرک هرات کرخ، بعد از پسته کهریزک، دارالعلوم عالی غیاثیه. مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث در مسیر نورانی فعالیت‌های علمیش مشعل افروز دلسوز فراراه مشتاقان دانش و تخصص بوده و افتخار دارد که صدها تن از خواهران و برادران از این نردبان به قله‌های بلند علوم اسلامی و تجارب بشری صعود نمودند. الغیاث مرکز بزرگ علمی، مجمع علمای ربانی و استادان مجرب، سکوی پروازهای علمی معرفتی استعدادهای درخشان و تکامل طلب. شفاخانه جامی با دکتران متخصص و فوق تخصص با استفاده از تجهیزات پیشرفته طبی آغاز به کار نمود. در این شفاخانه بخش‌های فوق تخصص جراحی ستون فقرات و جراحی استخوان و مفاصل، داخله عمومی، داخله اطفال، جراحی عمومی، نسایی و لادی و دندان با وسایل و امکانات پیشرفته به طور 24 ساعته در خدمت همشهریان عزیز می باشد. به منظور کمک به افراد نیازمند، معاینه مریضان در بخش‌های داخله عمومی، داخله اطفال، جراحی عمومی و نسایی ولادی به روزهای پنجشنبه هر هفته رایگان می باشد. نشانی: افغانستان، هرات، چهارراهی بادمرغان، شفاخانه جامی. جامی، تخصص در طبابت، تحقق سلامت. ارائه جدیدترین طرح‌های فرش، مرغوب‌ترین جنس و بالاترین کیفیت، فروش انواع فرش‌های زیبا و با دوام آلمانی، ترکی و ایرانی در شرکت فرش طارق فائق، نماینده رسمی فرش‌های سوپر استانبول ترکی در هرات. فرش‌های 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه در جدیدترین طرح‌های فرش. انواع موکت‌های ترکی، فرش‌های سوپر بلژیم و کناره در سایزهای مختلف. تنوع طرح و ضمانت کیفیت در شرکت فرش طارق فائق. آدرس: هرات، چوک شهر نو، ابتدای شوه. قبل الان حساب اینا خرابه، برو یک چیزی بیار که نوشو جان کنم که حساب اینا به جا بیایه. برو دیگه. چیزی بیار که خوش اینا بیایه بخورم. چیه یا؟ به خاطره که پادشاه ما خوردم و پوسخن زدم، پوسخن نمکی دگم بیار.
گفته که پوزخند نمکی. پوزخند نمکی محصولی از مجتمع تولیدی مواد غذایی سادات قادری. استخر موج‌های آبی، مدرن‌ترین سونا در سطح کشور با بهترین مکان و مجهزترین امکانات فراهم شده از قبیل استخر گرم نیمه المپیک، استخر اطفال، سونای بخار، سونای خشک، سونای نمک، سونای ریگ، سونای وی آی پی، جکوزی، سرسره بزرگسالان، سرسره اطفال، حمام ترکی، ماساژ درمانی، ماهی درمانی، آموزش شنا، بخش زیبایی، رستوران عصری، تنظیم دمای بخار و روش‌های جدید تصفیه آب و هوا. ما تلاش داریم تا هیجان و سرگرمی را در کنار امنیت و سلامتی به شما هدیه نماییم. آدرس: هرات، چهارراهی آمریت، مجموعه سنای موج‌های آبی. مژده به خواهران علاقمند و مشتاقان علوم دینی. قیاسی نامی بلند بر تارک افتخارات این مرز و بوم. دارالعلوم عالی قیاسی بخش اناس بعد از 10 سال سابقه درخشان در عرصه ترویج فرهنگ اسلامی و علوم دینی، اینک در سال تعلیمی 1399 آماده جذب شاگردان از صنوف اول الی 11 می باشد. همچنین آمادگی دارد تا فارغین صنوف 12 مکاتب و مدارس دینی را به صنف 13 از تاریخ 20 حمل جذب نماید. آخرین زمان ثبت نام صنوف اول الی 11 15 هوت سال جاری می باشد. خواهران علاقمند می توانند به شعبه مرکزی دارالعلوم واقع کوچه گدام از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر مراجعه و ثبت نام نمایند. شماره های تماس 0794-66-44-66 و 0799-28-06-24. لا يدخل الجنة جسد تغذی بالحرام. جسدی که از مال حرام تغذیه شده باشد وارد بهشت نمی شود و فساد اداری بزرگترین زمین ساز برای خوردن مال حرام است. تعهد و پاسخگویی مسئولین ادارات دولتی در کاهش فساد اداری نقش مهمی دارد. وظیفه مهم دولت امروز مبارزه با فساد. فساد عاملیه که اعتبار دولت زیر سوال میبره. کسانی که با فساد مبارزه میکنند باید خودشان هم پاک باشند. ما قربانی اصلی فساد هستیم. فساد آینده ما را تباه میکند. برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان باید مسیر طولانی را بپیماییم و در این مسیر نباید ناامید باشیم. فساد اداری فقر و ناامنی را در جامعه به بار می آورد. ما به عنوان عضو کوچک از جامعه برای از بین بردن فساد اداری تلاش می‌کنیم. باید داشته باشیم که با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد. ما فسادکاران نمی باشیم. مبارزه با فساد اداری وظیفه همگانی ماست. با ما همگام باشید. این پیام از سوی مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان برای شما تقدیم گردید. با عرض سلام و مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، امیدوار هستم انشاءالله که بعد از وقفه به ما پیوسته باشید و طوری که برنامه جریان دارد شماره تلفنی که زیر نویس تلویزیون های شما هست بتانیم با این شماره تلفن تماس بگیریم و سوالات خود انشاءالله مطرح کنیم. قبل از وقفه برادر ما سوالی داشتن و فرمودن که نماز مسافرت یا مسافرانه برای ما توضیح بدین که نماز مسافرانه چگونه خوانده میشه که ما اگر به جای میریم. برادر محترم، در صورتی که شما 90 کیلومتر از خانه خود دور شدیم
شما مسافر گفته میشیم، ولی به هر جایی که باشه، چی خارج از کشور و چی داخل کشور، شما به اونجا که رفتیم 90 کیلومتر از خانه خود دور بودیم، در اونجا اگر نیت اقامت کردیم، مثلا گفتیم اینجا یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال میستکم، خلاصه از 15 روز بیشتر، یعنی تا 15 روز اگر نیت کرده که من یک هفته میستکم، 10 روز میستکم، 5 روز میستکم، 12 روز میستکم، 14 روز میستکم، شما در اینجا مسافر هستید، نماز خود باید مسافرانه بخونیم. اما اگر 15 روز بیشتر نیت کرده که من یک ماه، دو ماه، یک سال، پنج سال میستکم، نماز خود باید پر را بخونیم. اگر به دنبال امام مقیم شما براتیم به مسجد، دیدیم که امام به جماعت استادی نماز خود پر را بخونیم. اگر شما باز تنها نماز بخونیم، فرض خود دو رکعت بخونیم، سنت ها پر را خونده میشه و وتر هم پر را خونده میشه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام خواهر محترم، خوش آمدیم. خوش باشین، تشکر. ببخشیم راجع به نکی یک سوال داشتم. بفرمایید. میگم که یعنی زنبورانی تو رو برای مادر من خیلی گندگی میکنه و خیلی برای گندگی میکنه، بگم مادر من تو دل نازی بعد میشه، تو تنخصی که تیمی که بایم تو دل نکامی نرم میشه و پس من گندگی ها خونه کار رو خونه میکنه، یعنی چطور کنین گناه داره؟ خوب میکنین که بغض و کینه گناه داره، یعنی چطور کنین؟ خب نمیشه نصیحت کنیم از طریق شوهر، از او نصیحت کنه که مادر مانه، بزرگ مانه، باید تو در مقابل از بیادبی بیترمی نکنی؟ خب برای شوهر خواهانی که کندگسی میکنه به خطوری داره، خطور نصیحت میکنم، برای خطور خواهانی که کندگسی میکنه هرچی نصیحت میکنه. خب خب بیننده باشم انشالله جواب بینده. سوال نداری؟ نه تشکر، خدافز. خدافز شما. خدا. دیگه در مورد نماز مسافرت بود برادر عزیز، که نماز مسافرانه بود که توضیحات مفصل خدمت شما داده شد و شما میتونید که این نماز رو به همین شکل بخونید. نماز اگر با دنبال امام مقیم نماز میخونیم، فرض خود پر رو میخونیم، و اگر تنها میخونیم، چهار رکعت، دو رکعت میخونیم. بله سلام علیکم. بله تماس بیننده مقطع شد. خب خواهر ما تماس گرفتن و گفتن که زن برادر ما با مادر ما خیلی حرفای گنده میگه، بی ادبی و بی احترامی میکنه، حتی به خسر خو میگه، به شوهر خو میگه، و خب طبعا هم مادر اینا از او ناراضه، یعنی خوشوی از او عروس خود ناراضه و بعضی وقت هم کینه میکنه با او، دشمنی میکنه. آیا چی حکمی داره؟ آیا این کار ادامه بده یا نده؟ خواهر محترم، حضرت علی رضی الله عنه با یک شخص آمد، اون شخص آمد پیش حضرت علی و با این حرفای بسیار رکیک و زشت گفت. حضرت علی صاحب سکوت بودن، هیچی نگفتن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضور داشتند. بعد از لحظات حضرت علی یک چند کلمه ای به جواب او شخص دادن. مبارک علیه السلام فرمودند که ای علی، اگر تو سکوت می بودی بهتر بود، هر چی گو حرفای زشتی به تو می گفت، ملک جواب از او به خود رد می کرد، اما تو که حالا جواب او بدادی، ملک خاموش شد. پس کسی که در مقابل والد شما چنین رفتار می کنه، بهتر اینه که والد شما از تحمل و بردباری و از بزرگواری کار بگیره و در مقابل از او عکس العمل نشان نده، کینه و دشمنی نکنه، او را نصیحت کنه، از طریق ممکن پدر مادری که او داره، برادری داره، خواهری داره، به او توصیه کنن که او بی احترامی در مقابل شوهر، در مقابل خسرو و خشوع کار بد است. در مقابل هر مسلمان بی احترامی خوب نیست، چه جایی که از خانواده باشه، از اعضای فامیل باشه. بله سلام علیکم. علیکم سلام خواهر محترم، خوش آمدید. کسی که نماز بخونه رد پای معلوم شه؟ سوال شما خواهر محترم، جا شما مثل که آنتن دید ضعیفه،
صدا شما درست نگیرید. بله 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 بگیم دواره. بله بله بفرمایی. گفتون میگن کسی بردو مایی به درست بکنم معلوم نشه از خانمه هسته. او بری مردای خواهر محترم، مخصوص مردای که باید بجلک پا معلوم بشه. آیا سو بگیم این سوال دیگه نیستم کنی بسیار که خواهر مروزم سکنیت میگه دارم خب بیننده باشین دیگه سوال نداریم. خدا حافظ شما. بیننده باشین به جواب بده. خدا حافظ شما. خب خواهر ما سوال کردن بازم که میگم نماز که میخوانیم بعد بجلک پاش ما معلوم شه، این مخصوص مردا هست خواهر محترم، برای زنها باید که هر چی اونها پوشیده تر باشن نماز از اونها صحیح تر و درست تره. بله؟ بله سلام. علیکم سلام خواهر محترم، خوش آمده. سلامت باشین، میخواستم خود مولوی صاحب کرد بزنم. بفرمایی. بله سلام علیکم، خوب است مولوی صاحب. علیکم سلام خواهر محترم، بفرمایی، زنده باشین. مولوی صاحب، من یک سوال داشتم که شما همیشه از شراب استفاده میکنه، همیشه میخوره. با بعد ازم خود فامیل خواهد رابطه خوب نیه، هر کاری که این میکنه همه او کارهایی که این میکنه با فامیل همه خسر از من میگیره. هر کار هم از طرف فامیل بزیتم از طرف شومه که شراب میخوره، بعد از که خانه میای خیلی مردم میزنه، هر کاری که میکنه باز همه صبر حاصله دارم. یعنی حالا نوری صد بیشی دیگه صبر حاصله میخواهد شده. شما به من یک نصیحتی بکنین، یک چیز به ما بگین که صبر دل من کمه به قرار شد که من بیشی تغمور من بیشی خلاص شد مولای صاحب. دیگه شوم هم که روز به روز سن سال بیشتر میشه، اعصاب بیشتر خراب میشه چون شراب خیلی استفاده میکنه، خیلی میخوره، دوا میزنه، زدن هم میکنه، اصلا به فکر ما نیه. من شون دیگه الان من چی کار کنم؟ به کسی هم گفته نمیتونم، هیچ چاره هم ندارم، مجبورم کنه زندگی کنم. خب خواهر محترم شما یک اقدام عملی نکردیم از طریق ممکن مثلا از طریق برادر کاکا و ماما یا قوم خیش نداره که آدم نصیحت کنن که از این عمل خود دستوردار شه در مقابل مالی صاحب؟ مالی صاحب که به هر کس بگم این میره پیش همگی میگه از دروغ که بیشی من اصلا خبر بیشتر نباشم به من تومت میزنه، میره به پدر خود میگه زرم به تو دو داد، میره مادر خود میگه زرم به تو همه تو گفت، هم مگیر خود ما به جای میندازه. وقتی که میمان روی پیش روی میشینه گریه میکنه، من لباس هم ای رقم، من کفش هم ای رقم، اولاد هم میزنه، کوشش میکنه که تو میگه این چیز نگو، اگه تو چیز بگوی من تو بین مردم بسوار میکنم، تو همین شراب خوری من تعمل کن، هر کاری که من میکنم تو چیز نگو، اگه تو چیزی بگوی من تو بین مردم بسوار میکنم. حالا بین همه مردم مریض تو کرده که تا ارزش یک سکه پول هم کسی با من نمیده، من مجبورم خود زندگی کنم، هیچ فایده نداره، هر کاری کنم فایده نداره، سه تا بچه هم دارم مجبورم خود زندگی کنم. بچه ها شما بزرگ شدن یا خوردن کوچکن؟ نی بچه کلان من ساله و خودی دو ساله مولایی صد دیگه خدا خم آل من میگونه ای تو روز بیای هفت هشت سال میشه ما به می رقم زندگی میکنم. مولایی صد من خواب از دیرم نمیدیدم که خود یک شراب خور من زندگی کنم، حالا من شب و روز خود از اون میزنم، خود از این شرابی، خود از این گناه هایی که میکنم. خوبی شما مولایی صد خدا خدا یک روزی هم بیای که به من اجری بده، خدا یک روزی هم بیای که یعنی اصلا امید نیه که شما اصلاح بشه انشاءالله بیدن بعد اقل همون صبر خدا به ما بده، همون یک دعای شما به ما بکنین، یک چیز به ما بکنین که دل مکنه به صبر بیاره انشاءالله. بیننده باشیم خواهر محترم، بیننده باشیم جواب میدیم. تشکر خدا حافظ. خدا حافظ. خب سوال خواهر ما قبلا که سوال کرده بودن یک بخش سوال اینا جواب داده شد، بخش دوم از اینا جوابی و باقی مون. بله سلام علیکم. بله خواهر ما قبلا سوال کردن در مورد نماز و باز گفتن که دختر کاکام نمیفهم، اگر میشه بیننده محترم دوباره تماس بگیرین که اون بخشی که شما از دختر کاکا خو گفتین من متوجه دقیق نشدم. ولی سلام علیکم. ولی سلام علیکم. جناب رئیس، من مادرم چطوری کمال زنگ زدم؟
ولی تکنیک به طریق نجلال میلیسن شوال نگه نیت و اعمال سنه که تکنیک میتنه چون که من همیشه نماز خود و قرآن خود کنم شوال من زن در هیچ رسیدگی نمی کنه روی به چهر دارم نگه بیرین شو از خونه برو از این جمع می کنی جمع کنه می کنی بیرین شو برو من می برم که خانم ها می جمع کنه آیا کی می تونه موازی ها رضی که پلکت کنی که از بزن می تونه نمون خوزه می تونه نیش شو بکنه موازی ها خواهر محترم اعمال هر کس به خدا معلوم است هیچ کس نمیتونه بگه که اعمال تو بده اعمال ما خوبه او چی تبیین کرده میتونه این گپار باور نکنیم او همو هم بحثنه شما حساب میشه که این گپار به شما میزنه این گپار شما هم یک نصیحتی بکنید همیشه من نماز قرآن خونده خونده میکنم اینا خدا رو بریم صبر بگه همیشه می طلاق ماوین میاره همیشه میگه طلاق میدم دیری چه برو ولی من دیری نمیشم خانم دیگم خانم دارشه بر شما ولی خانم دشکمه که باز حالی باید دیواره کیسان میشه باز ازدواج کرده خب انشالله بازم بیننده باشیم هیچ مشکل نداره شما خدا به شما اجر میده در مقابل مشکلات اگر انسان تحمل میکنه خداوند به امرای صابرین است ان الله مع الصابرین دیگه خدا خیلی ملای سعادت شما درد نکنی برنامه‌ای بکنه تو فلک من صدا شما میشنه میفهمه درد میکنه خب انشالله خوبه بیننده باشیم خدا خدا واقعا در بعضی از فامیل ها و در بعضی از خانواده ها انسان بسیار حادثات تلخی میشنوه که تحمل اونها برای هیچ کس قابل قبول نیست. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سوال که داره این که تا سبنگی تا بخون تشنگه اینه تشکر بگیرفت سوال شما سوال شما بگیرفتون جواب بینیم بینینده باشین خدا حافظ شما متاسفانه خواهر محترم سوال شما نگرفتون که بخش آخر چی بودم دختر کاکا شما گفتن تکلیف میده داره ما او پاسخ نشون بدیم دوباره از مدر مجلسی نروزه بگیره روزا غرض دارن مدر مجلسی نروزه بگیره خب بیننده باشیم ان شاء الله جواب میدم. باشه خدا حافظ. بخدا نما زنگ بزنم سوال بدون که کس به معاشونه تو کمک جواب بدین. خب ان شاء الله خوبه. خب خدا حافظ شما تشکر. خواهر ما که قبلا تماس گرفتیدن گفتن دختر کاکم مریضه و روزه گرفته نمیتونه. خواهر محترم تکلیف معده کسی که داشته باشه اگر به دکتر مراجعه کنه و دکتر طبیب حاذق و متدین باشه برای از او بگه که اگر روزه بگیری به معده تو ضرر میکنه به وجود تو ضرر میکنه برای از او شریعت اجازه داده که روزی خود بخوره و باز بعد از هر زمانی که یک سال دو سال پنج سال بعد صحت یاب شد روزی خود قضایی بیاره. و یکی شما گفتین که مادر ما اگر عوض کس دیگه روزه بگیره میشه یا نمیشه. خواهر محترم عبادات ما و شما دو رقم عبادت داریم، عبادت مالی داریم و بدنی. عبادت مالی مثل زکات، یعنی دیگه کس میتونه از جمع کس دیگه پول زکاتی رو بده، اما عبادت بدنی که نماز و روزه هست این عوض یکی دیگه نمیشه، باید خود شخص روزی خود بگیره. و کسی که مریضه خب برای مریض عفو شده تا زمانی که او صحت یاب شه و وقتی که سریع شد خود از اون میتونه روزی خور بگیره. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم سلام خواهر محترم خوش آمدید. بله سلام خوبه. الحمدلله شما خوبه انشاءالله. از این زندگی خود که بشی بسته خود در نمای هر زمان سر خود کشی کن خوب به خانه اول خود داشتون به خانه اشتی داشتون دردار ولی از این سر دردار به جشه می آیه رو خواهد نمی گردانه خدا یا دختر یا برابه داده هم بکرد هم دختر یک سال می شیشه نکرد. خواهر محترم همیشه معموله که مردا که زن میکنم زن خورده خور بیشتر به او علاقه دارم میشتن عامل از چیه شریع شما این تست دل سرده من چون چیز دارم بوده از اولا که نوزدار بود خوب بود
بررسی کرده که شیش هفت ماه دیر شده که پنج دولت داره شیش دولت داره همیتی دست داره یک کاسه شیشتی نرم و چای همه خواهی همه خواهی هم ساعتی که خواهی خوب شد زر یا به چای شیشتی هم خوش وقتی که اونو میرم داری پیلکی ترش کرده خواهی نگرم به نگید. خب بیننده باشیم انشالله جواب میدم به شما. تشکر. دیگه سوال نداریم؟ خیلی نه تشکر خیلی. خدا حافظ. حادثه تلخی است. خواهر خوش شنیدم. واقعا جای بسیار تاسف از خواهرم. گفت که شوهرم شراب خور هست و شراب میخوره. خود از او بسیار با ما بدرفتاری میکنه و حتی فامیل را از من روگرد کرده. دروغه های میره با فامیل میگه، به پدر و مادر خود میگه، با قوم اقوام میگه. ما چی باید بکنم؟ خواهر محترم، باز هم در قدم اول به شما توصیه میکنم به ای که اگر صبر و تحمل در مقابل این گونه افراد شما بکنیم و از بردباری کار بگیریم، امید است که الله متعال جل جلاله روز شما را از این سختی ها نجات بده. الله جل جلاله یار و یاور مظلومان هست و شما واقعا به همین ترتیب که شما گفتین اگر وضعیت زندگی شما به همین گونه باشه، شما مظلوم واقع شدین در خانه ای شخص و ای شخص علاوتن بر ای که ای شراب میخوره که شراب از جمله ام الخبائث هست، نجس هست و در نص قرآن از عمل شیطان ذکر شده و وقتی که ای شراب خورد دیگه از او طمع و گلایه دیگر نمیشه. بنابراین اگر شما میتونین در این راستا از تحمل کار بگیرین خوب، و اگر نمیتونین میتونین اقدام عملی به قانون مراجعه کنین، به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنین و این وضعیت شما، شاید شما 20 سال دیگه زندگی کنین. با 20 سال دیگه چی رقم با این زن با این مرد زندگی میکنین؟ چگونه زندگی شما سپری می؟ شما یک انسان هستیم. شما یک زن ضرورت داره به اخلاق، زن ضرورت داره با رویه نیک از طرف شوهر، زن ضرورت به عطوفت داره، زن ضرورت به شفقت داره که از طرف شوهر از با او خوشرفتاری بشه، عطوفت بشه، مهربانی بشه، نوازش بشه. زندگی زناشویی یک زندگی که باید مملو از صمیمیت و شفقت و محبت باشه. این زندگی شما شبان روزی بال شما بسیار سخت و دشوار تمام میشه. شما میتونین که در این راستا اقدام عملی بکنین، مراجعه کنین. حق از شما هست که شما در مقابل این طور فرد که با این اعمال او مبتلا هست که شما اقدام بکنین و به اصطلاح استغاثه در مورد حق خود بکنین. و اگر که شما باز هم این وضعیت را ادامه میدیم و صبر خود را با الله متعال میکنیم و منتظر از این میمانیم که الله متعال به شما کمک کنه، خب او بحث جدایی هست. ولیکن اگر اقدام هم بکنیم با ارگانهای مربوطه، شما میتونین که اقدام بکنین. خب خواهر دیگه ما سوال کردن که شوهر 4 سال میشه زن گرفته، مر به نکاح گرفته و اما ارتباط از با ما کاملا خراب شده و هر چی توجه داره به طرف زن کلان خود داره و یک طفلکی هم خدا به ما داده که هیچ وقت همین دختره خور به بغل خونه میکنه و شفقت نداره، در حالی که با یک خانه زندگی میکنیم، مشترک هستیم. خواهر محترم، خلاصه کلام رو به شما بگم که وقت با آخر رسیده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که 2 خانم یا 3 خانم یا 4 خانم داشته باشه و در بین از اینا عدالت نکنه، در روز قیامت در حال حشر میشه که نصف بدن از او فلج است. یعنی زنی که اطاعت از شوهر خود بکنه، مثلا خدمت شوهر بکنه و با شوهر خوش رفتار باشه و او مرد از او باز عبا ورزه و مرد حق از او ضایع بکنه، در این صورت خداوند جل جلاله باز او مرد در جزا میده. ها اگر زنی که وقتی که شخص زن میگیره، زن دوم میگیره، او زن شوهر خود رها میکنه، به او توجه نمیکنه، اطاعت زور نمیکنه، خدمت شوهر خود نمیکنه، او بس جدای هست. اما زنی که تمام فرمانبرداری شوهر رو میکنه و شوهر در مقابل از او رویه و عمل انجام میده، خداوند در فردای قیامت او را جزا میده و عذاب میکنه. به هر صورت عزیزان، وقت برنامه به پایان رسیده است و خیلی دوستا هم پشت خط هستن. معذرت میخواییم که وقت برای ما اجازه نمیده که سوال شما رو بگیریم. امیدوار هستم انشاءالله که اگر حیات باقی بود در هفته آینده سوالات شما رو بگیریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر که باز در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به الله متعال میسپاریم. روز و روزگارتان خوش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.